عرفان فریبه، هرچی مرد بگه اقوام همیشه. اونا به هم میگن ساکت بمونم، داد که میزنم میگن در داد دجیبه. این چیزیه که فتوا شده، تعریف من همیشه بروا کنه، مثل شیطانی که تنها شده، سجده نکده پشت شرفا پر من. دوست دارم آره خوبمو، منم داغ میشم لمس کنی لاله گوشمو. دوست دارم هر جا شد آواز بخونم و کسی نگه نرود گرای خونه رو. تنم رو آب دل بدم، به کارتون خواب دل بدم، اصلا عاشق صورتی باشم یا رنگمو تار کنم. جا شعر بگم بگو جای من بودی، خوب باشی چو که زنی مجبوری. چند بار جلو آینه رفتی که بد نگه خوشگل شب چند بودی ها. چقدر دیگه باز جون بدم شعله برا بارود بشم، چقدر دیگه باید صبر کنم که سهممون اندازه هامون بشن. گاهی میخوام مثلت بشم، شاید حرفامو بهش دل بدن، جایی اگه بودم نگام نکنن، نخوان هرچی که دوست دارن چرت پرت بگن. من خاموش نمیشم، آدم واسه ناموس نمیشم، این کلمه ها بوی نامیدن، نزار احمقا بیان برا قانون بچینن.
زن که باشی ترس های کوچکی داری، از کوچه های بلند، از غروب های خلوت و از خیابان های بدون عابر می ترسی، از صدای موتورسیکلت ها و دوچرخه هایی که بی هدف در کوچه پس کوچه ها می چرخند می ترسی، از بوق ماشین هایی که ظهرهای گرم تابستون جلوی پاها ترمز می کنند و تو فقط چهره آدم هایی رو می بینی که در چشم هایشان حس نودوستی موج می زند. زن که باشی ترس های کوچکی داری. زن که باشی مهربانیت دست خودت نیست. خوب می شوی حتی با آنان که چندان با تو خوب نبودند. دل رحم می شوی حتی در مقابل آنهایی که چندان رحمی به تو نداشتند. زن که باشی درباره ات قضاوت می کنند، درباره هر لبخندی که بیریا نثار هر احمقی کردی، درباره زیبایی هایت که دست خودت نبوده و نیست، درباره تارهای موهایت که بی خیال از نگاه شکالوده احمقها از روسری بیرون ریختند، درباره روح و جسمت، درباره تو و زن بودنت، عشقت قضاوت می کنند. درود و عرض ادب خدمت تمامی بینندگان، شنوندگان و سخنرانان گرامی همایش آسیب شناسی رنج‌های زنان در ایران. این همایش به همت سازمان مردم نهاد صدای مردمان ایران در همکاری با اتحادیه مستقل فعالان حقوق بشر ایران و کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران، نروژ و قبول زحمت از طرف سخنرانان گرانقدر به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ساماندهی شده و امید است که مورد توجه شما همراهان قرار گیرد. دارای 4 بخش است. 3 بخش اول آن شامل سخنرانی های کارشناسان گرامی است که امشب تقدیم حضور شما خواهد گردید. و بخش 4 که بخش پرسش و پاسخ خواهد بود، شنبه 6 آذر ماه از ساعت 21:30 در کلاب صدای مردمان ایران در شبکه اجتماعی کلاب هاوس با حضور تعدادی کارشناسان گرامی برگزار خواهد گردید. این همایش به صورت همزمان در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و کلاب هاوس صدای مردمان ایران در حال پخش است. عزیزان همراه می توانند پرسش های خود را از هر یک از عزیزان سخنران از طریق کامنت یا پیام در همان شبکه اجتماعی که به تماشای همایش نشستند مطرح کنند تا در روز شنبه به آنها پاسخ داده شود. سخن را کوتاه کنم و دعوت می نماییم از اولین سخنران بانو سبا آلاله، روانشناس تحلیلی، فعال سیاسی و مدنی تا سخنان خود را آغاز کنند. واقعا قدردان زحمتتون هستم. مرسی برای پایگذاری و انجام این سمینار و امیدوارم بتونیم قطعا خود من بتونم نکاتی رو از بُعد روانشناختی در این مورد در این مسئله بیان بکنم.
من خب سعی کردم که نکات خیلی مهمی رو و نکاتی رو در این موضوع به دلیل اینکه خب وقت من همونقدر زیاد نیست نکاتی رو بگم که بسیار پنهان و بسیار لایه‌ای در بحث خشونت هست، ولی ابتدا سعی کردم که یک سری از نکاتی رو بگم که خب برای ما بسیار لازمه که ما یک مفهوم خشونت رو بشناسیم، بسیار لازمه برای ما که مصادیق خشونت رو بشناسیم، آثار روانی خشونت رو بشناسیم. شاید الان بگیم که خب مفهوم خشونت و یا مصادیق خشونت چه کاربردی میتونه برای ما داشته باشه؟ زمانی که مفهوم خشونت رو بشناسیم و مصادیق اون رو با جزئیات بشناسیم کاملا متوجه میشیم که کی و کجا و به چه صورتی مورد آزار و یا مورد خشونت قرار گرفتیم و قطعا زمانی که به این امر آگاهی داشته باشیم میتونیم براش کاری انجام بدیم. من ابتدا میخوام که یک مفهوم کلی از خشونت رو بدم با اینکه مفهومش بسیار مفهوم گسترده ایه، ولی من بسنده میکنم به یک مفهوم کلی از خشونت، اینکه خب مفهوم خشونت میتونه یک آسیب جسمانی، روانی، اقتصادی، اجتماعی فردی به فرد دیگه‌ای بشه، ولی خب معنی بسیار گسترده‌ای داره و میتونه در معانی مختلفی باشه. ولی بیشتر میخوام سعیم رو بکنم که روی مصادیق و مصادیق پنهان خشونت امروز بحث بکنم. خب مصادیق خشونت از بعد روانشناختی تمام مصادیق خشونت منزجر کننده است و بسیار هم آسیبزا هست، ولی از بعد روانشناختی ما میزان آسیبدهی رو بسیار اینجا بهش اهمیت میدیم، به دلیل اینکه میزان آسیبدهی در انواع خشونت ها بسیار متفاوت هست و حتی راهکارهایی که برای خشونت ها هم انجام میشه بسیار متفاوته. و همین دلیل بسیار برای ما از بعد روانشناسی مهمه که یک تقسیم بندی با جزئیات دقیق تری در این بعد داشته باشیم. خب اگر ما بخوایم بدرفتاری های جنسی خشونت ها رو تقسیم بندی بکنیم، شاید بتونیم بگیم که یک سری از خشونت ها که در بحث خشونت های جنسی مثل متلک‌پرانی ها، تبعیض های جنسیتی، کالا انگاری ها انجام میشه یا آزارهای جنسی مثل هر گونه تماس و یا لمس ناخواسته و یا تقاضا و یا اصرار برای برقراری ارتباط، فحش ها، تحقیر های جنسی و جنسیتی و محدوده بسیار وسیعی که در این مصادیق بسیار جای داره، ولی میگم به دلیل حالا کمبود وقت من نمیخوام به تمام مصادیقش بپردازم، بلکه بسیار تلاش دارم. خب چندین سال من در ایران در بحث خانواده و مصادیق خشونت کار میکنم و بسیار تلاش دارم که مصادیقی رو امروز من بهش بپردازم که نماد که کمتر بهش پرداخته میشه و یا اینکه نادیده گرفته میشه، حداقل در سالهای گذشته بسیار نادیده گرفته میشه. مسئله که برای من بسیار مهم هست، نوع خشونتی رو که من میخوام بهش بپردازم، خشونتی به نام خشونت نمادین هست که من امروز میخوام در موردش صحبت بکنم. خب خشونت نمادین چرا برای من اینقدر مهم هست و بسیار من ابتدا به این سعی کردم به این مدل خشونت بپردازم؟ به دلیل اینکه خود روانشناختی هر چقدر خشونت مخفیانه باشه و هر چقدر آرام و غیر ملموس‌تر باشه میتونه ابعاد خطرناکتری و آثار روانی خطرناکتری داشته باشه، به دلیل اینکه هر چقدر پنهان‌تر باشه، لایه‌های پنهان‌تری باشه، معمولاً نادیده گرفته میشه و بهش اهمیت داده نمیشه و احتمال اینکه به صورت طولانی مدت ادامه دار باشه هست و همین طولانی مدت و به صورت مستمر بودنش میتونه آثار روانی و آسیب‌های روانی بسیاری بر فرد بذاره. به همون خاطر من خواستم خشونت نمادین رو ابتدا بهش بپردازم که یک ابزار بسیار نرمی هست، یک ابزار نامرئیه و یک ابزار که ناخودآگاه میتونه یک خشونتی رو بر علیه زنان انجام بده، که البته خشونت نمادین در بحث خشونت نمادین شامل همه ابعاد میشه. ما به چون نمیتونیم بگیم که خشونت نمادین فقط بر علیه زنان هست، ولی چون موضوع امروز بحث ما خشونت بر علیه زنان هست، من میخوام فقط امروز مثالهای از خشونتهای نمادینی که بر علیه زنان هست رو توضیح بدم. ببینید از همون زمان کودکی، من فکر می‌کنم خشونت اسمش کاملا روش هست، از همون کودکی ما با نمادی از دختر بودن، زن بودن و مادر بودن روبرو میشیم. یعنی نمادی رو به ما میدن که خب تو باید دختر خوبی باشی، زن پاکدامن، زن نجیب بودن، زن فداکاری باشی
و اگر میخوایی زن تکمیلتری باشی و بیشتر مورد تایید اطرافیان باشی، باید مادرانگی داشته باشی. یعنی یک زنجیره از دختر خوب بودن، زن خوب بودن و مادر خوب بودن، اینها نماده هاییه که برای زنانگی بسیار استفاده میشه. مثلا همین نماد نجابت و پاکدامنی یک زن چه چیزی میتونه باشه؟ بکارت اون میتونه باشه که باید حفظ بشه تا بعد در شرایط ازدواج تقدیم به همسرش بشه. مورد بعدی که میخوام بگم، نماد زنانگی معمولا با نماد همدلی، نماد با احساس بودن، مهربان بودن زنان تعریف میشه. مثلا همین الان من اگر یک مثالی بزنم، مثلا بگم که یک پرستار خیلی مهربانی بود که با کودکان بسیار رابطه خوبی داشت. ما چیزی که در ذهن ما نمادی هست، نمادی از یک زن، یک زن شکل میگیره. و برعکسش اگر بگم یک سیاستمدار قدرتمند و یک رهبر بسیار قوی، نماد یک مرد در ذهن ما شکل میگیره. اینها نمادها و مکملهایی هستن که در ذهن ما تداعی کننده یک جنس هستن که میتونه بسیار برای ما در خشونت‌های نمادی بسیار میتونه خطرساز باشه و به همون خاطر از بعد روانشناسی بسیار برای من هم مهم هست، به دلیل اینکه این نمادها بسیار رفتارهای ما را تنظیم میکنه، به صورت پنهان و مخفی کار خودش رو انجام میده و آسیب‌های خودش رو برای ما هم داره، به دلیل اینکه نه تنها در سطح خودآگاه ذهن ما بلکه در سطح ناخودآگاه ما بسیار فعال هست و کارش رو انجام میده. بحث بعدی من در رابطه با بعد از خشونت نمادی، خشونت‌های روانی و کلامی هستش که البته خوشبختانه امروزه بسیار روی این مسئله خشونت روانی و کلامی تحقیقات شده، بسیار سعی کردن تلاش بشه و تلاش میکنن که آگاه سازی بشه. من بسیار میدیدم که در همین معمولا در همین 16 روزی که برای خشونت علیه زنان، من خشونت علیه زنان مطرح میشه، بسیار به موارد خشونت های روانی و کلامی اشارات بسیار خوبی میشه. خب ولی من بسیار به دلیل اینکه بسیار رایج هستن مخصوصا در فرهنگ ایرانی، من ترجیح دادم که این بحث رو یه مقدار بازش بکنم، به دلیل اینکه باز لایه‌های پنهان بسیار زیادی در بحث خشونت‌های روانی و کلامی هست. مثل خب خشونت‌های روانی و کلامی رو اگر من روانی رو اگر من بخوام توضیح بدم، چند نمونه‌اش رو بگم، میتونم از تحقیر، تهدید، سرزنش‌های کلامی، فحاشی، بهانه‌گیری، مورد تمسخر، مقایسه، مدل حسادت‌های مردانگی که در بحث همین و که باعث خشونت‌های روانی و کلامی میشه نام ببرم، که خب یکی از مسائلی که در این مورد برای ما بسیار مورد اهمیت قرار دادن این که به دلیل اینکه حق مالکیت زن بر عهده، حق مالکیت زن بر عهده مرد هست، این حق رو برگردانش میده، یک خیلی از این خشونت ها بر علیه زنان انجام میشه. خشونت های احساسی و احساسی که در همین بود بسیار مورد بحث روانشناسی هست. بعد از اون من میخوام خشونت های خیابانی که در رابطه با متلک پرانی که خب ابتدا مریم عزیز به خوبی ازش اشاره کرد، این که متلک پرانی ها آزارهای جنسی که در خیابان ها در همین روزها حتی در همین عصر هم در ایران به صورت بسیار گسترده ای انجام میشه. و مورد بعدی هم که بسیار گزینه مهمی هست که بخوایم بهش پس بدیم و اون هم برمیگرده به یک نظام تبعیض جنسیتی مخصوصا در ایران، خشونت‌های جنسی هست. خب ما در گزارشات مراجعات خانوادگی بسیار می‌بینیم که زنان از سمت همسران خودشون مورد خشونت‌های جنسی قرار گرفتن. چرا؟ به دلیل اینکه مرد حق خودش میدونه اینکه زن تمام نیازهای جنسیش رو در هر شرایطی، در هر مکانی و در هر فضایی انجام بده. فانتزی های جنسی که باعث آزار زنان میشه و زنان مجبور به انجام دادن اونها میشن و حتی در همین جا ما تهدیدهای جنسی بسیار زیادی رو برای زنان میبینیم که زنان متحمل اون میشن و در رابطه باهاش تحقیر و سرزنش میشن که تو نمیتوانی نیازهای جنسی من رو برآورده بکنی، پس این را در نظر داشته باشی که شاید من بخوام رابطه دیگه رو انجام بدم. خب در بحث این خشونت‌های روانی و کلامی و نمادینی که من گفتم، مثال‌های خیلی زیادی هست که خب من متاسفانه به دلیل کمبود وقتم نمیتونم خیلی روشون مانور بدم، ولی خب میخوام اینجا در رابطه با بحث آخرم رو روی اثرات خشونت از بعد روانشناختی بگم. ببینید در تمام خشونت‌های روانی و کلامی که من نام بردم، یک مسئله بسیار مهمی که برای از بعد روانشناسی هست
و خود ارزشمندی زن مورد حمله قرار میگیره. اولین مسئله‌ای که در برای ما مهم هستش هویت فردی هست که زیر مجموعه همین خود ارزشمندی هست. زمانی که یک زن بر اساس اون نمادهایی که من ازش نام بردم در پکیج زن خوب بودن یا دختر خوب بودن قرار نمیگیره، خود ارزشمندیش و مورد خشونت قرار میگیره، خود ارزشمندیش بسیار فتش پایین میاد، هویت فردیش ازش سلب میشه و هویت فردی هم رابطه بسیار مستقیمی با هویت اجتماعیش داره که اینجا این گزینه بسیار مورد حمله قرار میده و یک آشفتگی های ذهنی و عاطفی بسیار بالایی برای زنان به وجود میاره که ما میبینیم آسیب های و آثار های روانی خشونت تا سالیان سال در زنان باقی میمونه و از نسلی به نسل دیگه هم حتی انتقال پیدا میکنه. در دست آخرم میخوام خیلی کوتاه در رابطه با راهکارها بگم. شاید خیلی ها از ما میپرسن که خب راهکار این مسئله چیه، ما چه کاری باید بکنیم. من فکر کنم در ابتدای صحبتم یک سری از این آگاهی ها رو دادیم که بسیار مهمه که ما مفاهیم خشونت رو بشناسیم. مصادیق خشونت رو باید بتونیم به صورت بسیار جزئی بهش شناسایی داشته باشیم تا بدونیم که کی کجا و چطور مورد خشونت قرار بگیریم تا بتونیم در برابرش عکس‌العمل انجام بدیم. مورد بعدی که واسه متاسفانه ما به دلیل اون ساختارهای نامطلوب و ناسالم یک سری از آموزش‌های ناسالم رو انجام دادیم. مثلا اینکه در برابر خشونت اگر می‌خواهی زن خوبی باشی در برابر یک سری از مسائل مثل خشونت سکوت کن، آروم باش، سکوت کن، نجیب باش، صبوری کن. خب اینجا از ما باید این نکته رو بسیار بهش مهر عدم تأیید بزنیم که نه تنها سکوت در برابر خشونت و آزارهای این چنینی نمیتونه زنجیره خشونت رو کم و یا قطع بکنه، بلکه تحقیقات نشون داده که سکوت در برابر خشونت اون رو چرخه خشونت رو بیشتر ادامه داده و اون رو بسیار شدیدتر کرده و اون رو در طولانی مدت هم برای خودش نگه داشته. پس من فکر میکنم اینجا در جمله آخرین که بخوام بگم اینه که اگه میخوایم زنجیره معیوب خشونت قطع بشه و یا کم بشه باید در برابر خشونت سکوت نکنیم تا بتونیم اولین کسی باشیم که کمکی به این زنجیره خشونت بکنیم. من آرزو میکنم برای همه زنان، من یک جمله که همیشه میگم این که خیلی کم پیش میاد و یا شاید بعید باشه که زن باشی در ایران باشی و مورد آزار مصادیق خشونت هایی که بیان کردیم نباشید. متاسفانه من این چنین موارد رو همه ما زنان که در ایران هستیم داریم. آرزو میکنم که این خشونت ها و این آزارها به حد به کمترین حد خودش برسه و به امید روزهای زیبا برای همه زنان سرزمین. مرسی از این فرصتی که به من دادید. با تشکر از بانو آلاله گرامی دعوت میکنیم از بانو مهشید پگاهی از بنیانگذاران انجمن زنان ایرانی پرتو در آلمان و همچنین گروه نه به حجاب عضو نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار و عضو گروه زنان فرانکفورت تا به ایراد سخن بپردازند. خیلی ممنون و با درود به بینندگان عزیز و سپاس از برگزار کنندگان این همایش. امروز 25 نوامبر که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست، این توضیح رو بدم که فکر میکنم اکثرم بدونین ولی شاید لازم باشه که گفت که این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 با عنوان محو خشونت علیه زنان تعیین شده و تاریخچه این نامگذاری هم برمیگرده به 25 نوامبر 1960 که خواهران میرابل در جمهوری دومینیکن پس از ماه‌ها شکنجه به خاطر فعالیت سیاسیشون بر علیه دیکتاتور دومینیکن به قتل رسیدن. صحبت من امروز بیشتر در مورد مسئله دین که در ایران خب خیلی اکتوئل هست، در مورد دین و خشونتی که امکان داره که به دلیل هم مذهب و دین وارد بشه هست. ما تو کشورمون انواع خشونت‌های جنسی، فیزیکی، کلامی، تجاوز، ازدواج کودکان، بیحقوقی قانونی، مثل کردن جنسی دختران، جدیداً بارداری اجباری، حجاب اجباری، قتل‌های به اصطلاح ناموسی، اسیدپاشی و خیلی خشونت‌های آشکار و پنهان دیگر رو داریم که به زنان اعمال میشه.
ریشه این آسیب‌ها رو در به زنان ما باید هم در دین، هم در فرهنگ و اجتماع و هم در قانون جستجو بکنیم. در کشور ما ایران که بیشتر از 42 ساله که مذهب تشیع از دین اسلام حکومت میکنه و قوانین شرعی رو حاکم بر مردمان ما کرده، در طول این 42 سال در جامعه به خصوص علیه زنان خشونت افزایش چشمگیر داشته. بنابراین میشه گفت که خشونت‌های وارده به زنان در ارتباط با این حکومت دینی هم هست. یعنی اینکه افزایش این خشونت به طور مسلم به خاطر همین حکومت دینیه. دین اسلام پایش بر قرآنه که مسلمانان اون رو کلام خدا میدونن و حدیث که بازگو کننده رفتار و گفتار پیامبره. بعد فقها اومدن نظر و تفسیر خودشون رو در مورد این دین نوشتن که در مناطق جغرافیای مختلف کشورهای مختلف و مسلمان ممکنه تحت تأثیر سنت‌ها و افکار محلی تغییراتی داشته باشه با هم دیگه، که این تغییرات خیلی زیاد نیستند. و نواندیشان دینی هم هستن که میان میگن که اسلام دین مدارا و تساهله. تمام اینها، حتی صوفیان که قرائت ملایمتری از احکام اسلام رو بعضی وقتا دارن، تمام اینها یعنی هیچ کدومشون خشونت رو نفی نکردن. تمام اینها خشونت رو میپذیرن در احکام و در باورهاشون. در سطح اسلام 23 سال که پیامبر اونجا در حقیقت حکومت میکرد، تمام مدت با خشونت، با جنگ، با خونریزی بود. بعد هم تاریخ مسلمانان، تاریخ فتوحات مسلمانان که از هند تا اسپانیا رو تسخیر کردن و در بر میگیره، تماماً همراه با خونریزی، جنگ و خشونت بوده. و ما میدونیم که زنان هستن که بیشترین بها رو برای خشونت‌های جنگی هم میپردازن. زنان به عنوان غنیمت جنگی به اسارت میرن، بهشون تجاوز میشه، تعرضات جنسی میشه. ما این مسئله رو حتی در امروز در قرن 21 هم در منطقه با رفتاری که داعش با زنانی که در کشور در مناطقی که فتح میکنه داشته و داره، و حتی در کشور خودمون با زنانی که زندانی سیاسی هستن در زندانها باشون رفتار شده داریم و میبینیم. قوانین هم در ایران از فقه اسلامی سرچشمه میگیره و این در فقه اسلامی زنان اصولا موجودات مستقلی نیستند، بلکه به عنوان وسیله جهت خدمت کردن به مردان اونا رو میشناسن. اینو شما هم در آیات قرآن میبینید، مثل سوره نساء آیه 34 که حتی به مردان این اجازه رو میده که برای تأدیب زناشون اونها رو کتک بزنن. هم در فقه اسلام میبینید، فقه اسلامی که 300 سال بعد از وفات محمد فقهای اسلامی جمع شدن و این فقه رو تدوین کردن و اونها هم مواردی مانند قوانین مربوط به خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت کودکان که تماماً فکر بخوایم بکنیم و در نظر بگیریم خشونت به زنان هست. این مسلماً این باورهای دینی که مردم دارن و قوانینی که در کشورها وجود داره بر فرهنگ یک جامعه اثر میگذاره. فرهنگی که در اون زن به چشم ناموس نگاه کرده میشه عین خشونته. واژه ناموس به معنی متعلقه مرد یا مردان خانواده است که بسیار تحقیرآمیز هستش. اعتقاد به ناموس که در فرهنگ ما متاسفانه نهادینه شده، ریشش در دین اسلامه. به این ترتیبه که دین، فرهنگ، اجتماع و قوانین همه وابسته به هم دیگه زنان رو مورد خشونت قرار میدن. علاوه بر قوانین، فقهای حاکم بر مملکت ما امروزه مرتباً با طبق باوری که خودشون دارن که زنان رو فقط یک وسیله برای خدمت به مردان میشناسن، مرتباً قوانین جدید محدود کننده و خشونتبار علیه زنان وضع می‌کنند. مثلا اخیراً آمدن قانون بارداری اجباری رو برای اینکه
جمعیت کشور زیاد بشه تصویب کردن. این قانون خشونت به زنه، آمدن ثبت رسمی نام و مشخصات زنان باردار رو مطرح کردن که واقعا خشونت عریان به زنان هست، برای اینکه اینا رو تحت نظر داشته باشن که مبادا سقط جنین انجام بدن. به این ترتیب وقتی به اینجا میرسیم، این نتیجه رو میتونیم بگیریم که با چنین خشونت‌هایی باید دنبال حکومت سکولار رفت، یعنی اینکه کاری که غرب انجام داده. در غرب دین رو به عرصه شخصی و خصوصی رانده هست، عقب راندن و نمیدن، اجازه نمیدن که تعصبات سختگیرانه دینی به فعالیت‌های انسانی به خصوص در سیاست وارد بشه. حالا آیا تنها با جدایی دین از حکومت ما میتونیم خشونت رو مهار کنیم؟ آیا سکولاریسم میتونه روزنه امید زنان برای محو خشونت باشه؟ اینجاست که باید به اروپا نگاه بکنیم و من فکر میکنم که این در حالی که سکولاریسم به طور قطع یک قدم مثبت در راه مهار خشونت هست، ولی به هیچ وجه کافی نیست. اگر ما نگاه کنیم به اروپا، میبینیم که تنها دینی که سنتی که با ملاک غرب مدرن از جدای دین از حکومت مطابقت داره مسیحیت پروتستانه، ولی همین مارتین لوتر که به عنوان نخستین اروپایی اومد پیشنهاد جدای دین از دولت رو کرد، ولی خودش در جنگ دهقانان در آلمان در سال 1525 میلادی نشون داد که یک نظریه سیاسی سکولار لزوماً به تنهایی نمیتونه به صلح و دموکراسی برسه و خشونت رو محو بکنه. لوتر به شاهزادگان آلمانی فرمان میده که هر کی رو که فکر میکنن براشون خطرناکه و فکر میکنن که امکان داره که اونا رو به قتل برسونه، قطع بکنن، برای اینکه هیچی از نظر مارتین لوتر ببخشید، هیچی زیانبارتر و زهرآلودتر و شیطانیتر از شورش نیستش. در اواخر قرن 17 فیلسوفای نسخه ملایمتری از سکولاریسم ابداع کردن که آغاز دولت لیبرال بود. اونا عقیده داشتن که تفکین دین از حکومت بیشتر از هر چیزی برای ایجاد یه جامعه آزاد و سهرامیز ضروری هست. این زمانی بود که اروپا شروع به استعمار دنیای جدید کرده بود و این امر یک تناقضی رو ایجاد کرد و اون اینکه این هومانیست های آن عصر به هیچ وجه هیچ ادعایی و خواستی در مورد بست و گسترش این حقوق طبیعی که میگفتن به ساکنان بومی دنیای جدید نداشتن. و جالب اینجاست که فرانسه بعد از اینکه از شر دین خلاص شدن، دینی دیگر رو ابداع کردن. خدایان جدیدشون عبارت بودند از آزادی و ملت فرانسه و بدین ترتیب بودش که نسبت به اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های فرهنگی خشونت بسیاری روا داشتند. اونا اون اقلیت‌های قومی در حقیقت به عنوان هدف خشم و انزجار دولت ملت جدید جایگزین مرتدها در زمان کلیسا شده بودند. توماس جفرسون که از مدافعای برجسته روشنگری در ایالات متحده است، در اوایل قرن 19 به وزیر جنگش گفت که بومیای آمریکا عقب مانده هستند و یا باید نابود بشن یا اینکه فراتر از دسترس ما و همراه با جانوران جنگل به اون طرف میسیسیپی رانده بشن. همینطور هم در مورد آتاتورک که سیاست پاکسازی قومی رو که توسط آخرین سلاطین عثمانی شروع شده بود ادامهش داد. بنابراین با دونستن اینها و با در نظر گرفتن این حقایق و تجربه ها باید بدونیم که گرچه جدای دین از حکومت قدم اول و لازم برای محو خشونت به طور کلی و خشونت علیه زنان به طور اخص هست، ولی فرهنگ و اجتماع متأثر از فرهنگ را هم باید جدی گرفت. بدون فرهنگ سازی صحیح و ایجاد زمینه برابری خواهانه نمیشه خشونت رو مهار کرد. در مورد خشونت و از مورد موارد خشونت بر زنان ایرانی باید حتما به حجاب اجباری هم اشاره کرد. زن ایرانی حق انتخاب پوشش که از حقوق اولیه انسانی هست برخوردار نیست
مبالغ هنگفتی سالیانه داره از بودجه کشور صرف اعمال خشونت این اجبار میشه. زن ایرانی حق طلاق و حق اذانت فرزندانشو نداره و نداشتن این حقوق انسانی خشونتباره. قانون قصاص که به خودی خودش خشونت قرون وسطاییه در مورد زنان با شدت بیشتری اعمال میشه. در حال حاضر زنای زیادی در جمهوری اسلامی در زندان‌ها هستند که در انتظار اعدام به سر میبرند به خاطر اینکه شوهران خشونتبار خودشون رو به قتل رسوندن، در حالی که مردانی که زنان خودشون رو میکشند در مجازات بسیار خفیفی رو باید تحمل کنند. کشور ما از معدود کشورانی که ازدواج کودکان درش افزایش پیدا کرده. طبق نظر یونیسف که ازدواج زیر 18 سال رو کودک همسری میدونه، 20% از زنان ایرانی در هنگام ازدواج کودک همسر هستند. و متاسفانه ازدواج دختران زیر 14 سال در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده. و این در حالیه که در کشورهای دیگه، حتی در کشورهای همجوار ما و مثلا در آسیای جنوبی از سال 2000 به بعد تا به امروز کودک همسری 40% کاهش پیدا کرده. میرسیم به مبحث خشونت در خانواده. حکومتی که مرتبا از کیان خانواده صحبت میکنه و نقش مادری رو برجسته میکنه، حتی قدم مثبتی در راه حفظ این کیان یا با حمایت از زنهای خانواده هم بر نداشته. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت یک دهه دست به دست میشد و به جایی نرسیده بود. حالا بعد از قتل رومینا اسمشو کردن صیانت و کرامت و تامین امنیت در برابر خشونت و نام زنان رو هم حذف کردن. تعلیمات دینی و فرهنگی جامعه ما به اونجا پیش رفته که قتل‌های مصوم به ناموسی افزایش پیدا کرده. این نقاط ها شامل کودکان به خصوص کودکان دختر هم میشه. کودکان هم مثل زنا از نظر دین اسلام موجودات مستقل و صاحب اختیاری نیستند، بلکه مایملک پدر و دیگر مردان خانواده‌اند. و وقتی که پدری فرزند خودش رو به قتل برسونه، میدونه که مجازات بسیار خفیفی در انتظارشه. شما در ایران به عنوان زن نمیتونید از خونه خارج بشید بدون اینکه در خیابان مورد خشونت کلامی، جنسی و گاه دسترازی واقع نشید. این حکومت دینی و فرهنگ ناشی از اون بانی خشونت بر زنان در کلیه عرصه‌های زندگی، خانه، خانواده، دانشگاه و اشتغال و غیره هست. و تا رسیدن به قوانین سکولار و عقب راندن دین به امری شخصی و خصوصی و همزمان فرهنگسازی و اشاعه فرهنگ برابری طلب و فردگرا که زنان و مردان رو انسانهای مستقل و صاحب اختیار بدونه، ما نمیتونیم این چرخه خشونت رو از کار بیاندازیم. من در اینجا سخنم رو پایان میدم و خیلی سپاسگزارم از اینکه به سخنان من گوش کردید. مرسی. با سپاس از بانو پگاهی گرامی، دعوت می نماییم از بانو مولود حاجی زاده، ژورنالیست و فعال حقوق زنان، تا سخنرانی خود را ایراد کنند. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان و مخاطبان برنامه خوب شما. خب به هر حال با توجه به اینکه روز جهانی 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان هست، اما غالبا تمرکز ما در مورد جامعه ایران هستش و من میخوام در دو بخش به در واقع شرایط که امروز جامعه ایران با اون روبرو هست بپردازم، که البته هر دوی اینها در واقع خشونت در بستر خانواده و خشونت در سطح جامعه، که هر دوی اینها به واسطه دو تا موضوع، یکی فرهنگ سنتی و مرد سالارانه و دوم ساختار حکومت که خودش در واقع باز تولید کننده خشونت علیه زنان هست در جامعه، به اینها بپردازن.
ببینید در مورد بحث خشونت در بستر خانواده، یکی از مسائلی که حالا دوستان به انواع سطوح خشونت اشاره کردن، اما یکی از مسائلی که جامعه ایران در واقع زنان ایران امروز با اون روبرو هستن به واسطه اون خشونتی که به صورت فرهنگ سنتی از نسلی به نسل دیگه منتقل شده، انواع سطوح خشونت در جامعه ایران خیلی به صورت تو لایه‌های پنهان قرار داره. یعنی یه بخش عمده ما از مثلا از تهران و مراکش استان‌های مرکزی فاصله بگیریم، حتی خیلی از مناطق خیلی از زنان نسبت به اینکه در معرض خشونت قرار دارن آگاهی کامل رو ندارن. من چند تا مثال میخوام در مورد این بزنم. ما در ایران توی کارزارها و گروه‌های مختلف دوره‌های آموزشی برگزار می‌کردیم. توی شهرهای مختلف می‌رفتیم و کارگاه منع خشونت برگزار می‌کردیم. حالا خب توی هر کدوم، حتی توی حواشی تهران وقتی می‌رفتیم، اولین چیزی که در مورد خشونت به این زنان براشون توضیح می‌دادیم، همه همون تصور کلی که کتک بخورن، تحت حالا آزار جسمی، فیزیکی و جنسی قرار بگیرن. وقتی براشون گفته میشه که خب انواع این خشونت وجود داره، کلامی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، تازه یک نگاه تازه به این مسئله میندازن. ما یک کارگاهی مثلا در یکی از شهرهای غربی ایران داشتیم. در اونجا خب یه جمع کثیری از زنان و مردان بودن. ما ابتدا موضوع رو مطرح کردیم، شروع کردیم به صحبت کردن و از زنان پرسیدیم که چند درصد شما تجربه خشونت در زندگیتون رو توی بستر خانواده داشتید؟ خیلی به ندرت، شاید مثلا تک و توک دستاشون رو بالا بردن. بعد ما شروع کردیم برای اینها توضیح دادن که نه، خشونت فقط این نیست که شما کتک بخورید، خشونت فقط این نیست که در معرض آزار جنسی قرار بگیرید، خشونت تعاریف مختلف داره، اینکه به صورت روانی، کلامی و غیره. و دوباره بعد از شرح این انواع و اقسام دوباره اون سوال رو مطرح کردیم که چند نفر از شما تجربه خشونت رو در زندگی خودش، نه فقط از طرف همسرش، از طرف پدرش، از طرف برادرش داشته. و بعد با یک سالن بزرگی روبرو شدیم که تک تک اونها دستاشون رو بالا بردن. این رو گفتم تا بگم که یک مسئله‌ای که در جامعه ایران وجود داره امروز این عدم آگاهی هست، که خب ریشه خیلی از مسائل هست. یعنی تا زمانی که یک زن نسبت به این که در معرض چه آسیبی قرار داشته باشه آگاه نباشه، قاعدتا نمیتونه نسبت به اون مطالبه گر باشه. اما چرا این عدم آگاهی وجود داره؟ چون حکومت این عدم آگاهی رو تزریق میکنه به جامعه. یعنی حکومت در ایران به واسطه حالا رویکرد خودش، تلاشش بر این هستش که از مدرسه، از همون ابتدا یا حتی تو همون بستر خانواده، اون رویکرد مرد سالارانه و تحکم‌آمیز خودش رو به نسل‌های مختلف انتقال بده، در واقع تو بینشون توضیح کنه تا اون در بستر خانواده و در بستر اجتماع شکل بگیره. و این اتفاق هم افتاده. به هر حال ما توی مدارسمون هیچ وقت تجربه اینو نداشتیم که ما آموزشی در این خصوص بدن، نه تنها تو مدارس، که تو دانشگاه هم همچین تجربه نداریم. بنابراین در بستر خانواده انواع خشونت ها خیلی رواج داره و متاسفانه خیلی ها ازش آگاه نیستن که در معرض خشونت قرار دارن. کما اینکه ما هیچ آمار رسمی هم از میزان خشونت، انواع خشونت در ایران نداریم. یک سری آمارهای غیر رسمی وجود داره که خب میگه که طبق اون بالغ بر 80% زنان ایران حداقل یک بار انواع خشونت جسمی و جنسی رو در بستر خانواده تجربه کردن در ایران. اما اینها گزارش نمیدن. این گزارش ندادنه و عدم ثبت این ناشی از کجاست؟ ناشی از همون فرهنگ مرد سالارانه و اون قوانینی که هستش که هیچ وقت حمایتگر زنی که در معرض خشونت باشه نیستش.
چرا نیست؟ به خاطر اینکه قانون اساسی ما در واقع زن رو فقط به عنوان در دو بند ما در قانون اساسی داریم که کاملا زن رو در بستر خانواده، در نقش مادر و در نقش همسر میبینه، که این زن باید در واقع یک مادر خوب، یک همسر مناسب باشه و به پرورش در واقع فرزندان مورد تایید و مناسب برای جامعه اقدام بکنه. بنابراین خب این وقتی این قوانین وجود نداره، وقتی ما چیزی تحت عنوان این که حالا نقش زن رو در جامعه درست ببین وجود نداره، بنابراین این شرایط باز تولید میشه. اما در بستر جامعه و در واقع اون سطح کلانتر بخوایم اشاره کنیم، اون چه که در بدنه خانواده شکل میگیره تحت عنوان خشونت، انواع خشونت، اون چیزی هست که به صورت یک هرم از طرف حکومت داره در واقع، حتی من معتقدم که تبلیغ میشه، کما اینکه تو سطح جامعه میبینیم وقتی مثلا در جایی مثل اصفهان، همین از سالهای قبل داشتیم در تهران و حالا اصفهان رو مثال زدم چون خیلی موارد گسترده‌ای داشتیم در اونجا، اسید پاشی صورت میگیره. همین چند ماه قبل به زنانی که مثلا از نظر اونها حجاب مورد تاییدشون رو نداشتن خیلی راحت شلیک میکنن. در تهران انواع و اقسام، یا حالا اشتباها تهران رو مثال زدن، در کل کشور میبینیم که زنان حالا تحت عنوان گشت ارشاد با چه برخوردهای خشونت آمیزی روبرو میشن. خب این یعنی چی؟ یعنی که حکومت خودش در واقع داره تبلیغ میکنه خشونت علیه زنان رو و اون رو نشون میده که این مورد تایید ما هستش. یعنی اگر شما برید روی یک زنی که به صورت زنی که در واقع از نظر ظاهر اون تحت مورد تایید ما نیست اسید بپاشی، نه تنها شما محکوم نمیشی که خب حالا به نوعی ما اصلا رد میشیم چون اصلا مورد تایید ماست، اون زن مورد تایید ما نبوده. خب در واقع این خشونت در بستر جامعه از طرف حکومت داره تبلیغ میشه و به صورت یک چرخه باز تولید میشه. یعنی تو جامعه اون فرد به خودش اجازه میده که انواع خشونت رو اجازه داره علیه زنان اعمال بکنه، همون رو در بستر خانواده با فرزندش، با همسرش در واقع همون رو به مرحله اجرا میذاره و دوباره اون فرزند اون رو میبینه، مشاهده میکنه و این باز تولید میشه در نسل بعدی. و در واقع به طور کلی میخوام بگم اینکه اونچه که ما امروز در جامعه ایران باش روبرو هستیم یک خشونت سیستماتیک از طرف جمهوری اسلامی علیه زنان هست. ببینید توی دهه های اخیر خب جنبش زنان تلاش های ممتدی انجام داد، توی برهه های خب سرکوب گسترده شد، کما اینکه همچنان به همون شکل سرکوب میشه، تلاش های گسترده کرد برای اینکه بتونه حالا با روش ها و ابزار های مختلف یک حدودی از اون حقوق خودش رو مطالبه بکنه. ما یک جاهایی تونستیم یک قدم جلو بریم خیلی محدود، اما در مقابل حکومت با در واقع با اون ساختاری که داره زنان رو، جنبش زنان رو با سرکوب و روش‌های مختلف سه قدم به عقب برگردوند. در واقع اون چه که ما باهاش روبرو هستیم این هستش که جنبش زنان به واسطه در واقع خشونتی که از طرف حکومت داره تولید، تبلیغ و باز تولید میشه، متاسفانه نتونسته در اون مطالبات خودش رو در مسیری که باید طی بکنه و دنبال بکنه. و این خب روندی هستش که من فکر میکنم حتی اگه مثلا ما چند دهه دیگه هم جلو بریم به همین شکل ادامه پیدا میکنه، به خاطر اینکه زن، مسئله زنان یک مسئله ساختاری در جمهوری اسلامی هست، یک تابو هست.
جمهوری اسلامی از هر نوع آگاهی بخشی، هر نوع مسئله‌ای که به توسعه، به حضور پررنگتر زنان باشه در جامعه، نسبت به اون مقاومت اساسی میکنه. بنابراین تا زمانی که متاسفانه، تا زمانی که ساختار حکومت و آنچه که در جمهوری اسلامی باش روبرو هستیم به همین شکل باشه، اون چه که تلاشی هم که بشه دستاوردی عملا نخواهد داشت. و من صحبتم رو جمع‌بندی کنم، اینکه متاسفانه این شرایط تنها در صورتی میتونه به بهبود شرایط، یعنی در واقع مطالبات زنان در مسیر درستش حرکت بکنه که ما از این شرایطی که امروز ایران باهاش روبرو هست عبور بکنیم. و تا زمانی که این ساختار به قوت خودش باقی باشه، متاسفانه نه مطالبات را راه به جای میبره و نه حتی اون مسیر آگاهی بخشی میتونه دستاورد مشخصی در این سیستمی که خودش باز تولید کننده خشونت هست داشته باشه. مرسی از شما. سپاس از بانو حاجی‌زاده گرامی. تقاضا می‌کنیم از بانو ناهید حسینی، پژوهشگر سرشناس امور زنان و آموزش، تا سخنرانی خود را آغاز کنند. سلام دارم حضور شما خانم سلطانی گرامی و همینطور افراد حاضر در اتاق و کسانی که برنامه را می‌بینند. در ضمن بسیار سپاسگزارم از برگزار کنندگان این برنامه که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن تا در مورد این مسئله مهم صحبت بکنیم. من در واقع تلاش میکنم صحبتامو در چند محور اساسی خلاصه کنم. خب هممون میدونیم که خشونت علیه زنان یک در واقع پدیده جهانی است، یک معضلی هست که در همه کشورها میشه دید، ولی شدت و ضعف اون بستگی داره به ساختار سیاسی یک کشور، بستگی داره به قوانین و فرهنگ و سنت‌های خاصی که در اون کشور وجود داره. صحبت شد سر این که زنها در طول زندگیشون هر کدوم به شکلی با مسئله خشونت روبرو بودن. طبق آمار بهداشت جهانی 30% از زنان از سوی شریک زندگیشون مورد خشونت قرار میگیرن و در واقع خشونت در کشور ما تبدیل شده به یک پدیده روزمره و بر اساس آمار سازمان بهزیستی در سال 97 حدود 50% از زنها مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرند و 26% مورد خشونت عاطفی و 23% مورد خشونت لفظی. یعنی اگر اینها را ما روی هم قرار بدیم تقریبا میشه 99%، یعنی تمام زنان جامعه به شکلی مورد خشونت قرار می گیرند. خب متاسفانه همونطور که میدونیم ساختار حکومتی ما دینی و قوانین شرعی حاکم بر جامعه هست و از طرف دیگه هم خب فرهنگ به اصطلاح مرد سالارانه در جامعه وجود داره و اینها با تسلطی که بر آموزش و پرورش و همینطور رسانه‌های دولتی دارند یک فرهنگ مقابل جویی و خشونت بار علیه زنان رو در طول این 43 سال تشدید کردن. خشونت قانونی و خشونت فرهنگی علیه زنان میشه اون رو به عنوان خشونت‌های جنسیتی هم یا جنسیتی هم اسم برد. میدونید که در سال 1999 سازمان ملل تصمیم میگیرد برای هر سال یک تم خاصی رو برای روز 25 نوامبر، روز منع خشونت علیه زنان، در نظر بگیرن. امسال تم سازمان ملل در مورد زن کشی و این به دلیل افزایش زن کشی و قتل‌های ناموسی در دنیا میتونه باشه. خب قتل‌های ناموسی شاید ریشه در سنت داشته باشه، ولی حکومت‌های دینی این رو تشدید می‌کنن. چرا؟ به دلیل اینکه قوانین حمایتی برای قاتلان داره و در واقع اگر پدری، برادری و یک عضو زن از خانواده رو به قتل برسونه، خب از طرف قانون نادیده گرفته میشه
قتل ناموسی، از خانوادهش، از ناموس خانوادهش حمایت کرده و از طرف دیگه مردم عادی یک ممکنه یک غرور ساختگی به قاتل بدن تا اون هم کار خودش رو توجیه میکنه. یعنی زنکشی در واقع تبدیل میشه به یک فرهنگ ارزشی و متاسفانه خب این در کشور ما وجود داره. یه نوع دیگه خشونت کودک همسری است که امروز بهش اشاره شد، ولی خب من سعی میکنم آمار بیشتری رو در این زمینه بدم. بنابر مرکز آمار ایران در بهار 1400 ازدواج 9753 دختر بچه زیر 15 سال منتشر شد و همینطور تعداد 172 دختر بین 10 تا 14 ساله طلاق گرفتن. شما تصور بکنید دخترای 10 تا 14 ساله یک بار ازدواج کردن و جدا میشن در سن 10 تا 14 ساله. خب در قوانین حقوق بشر و قانون قوانین انسانی این نوع فرهنگ ازدواج رو غیر از این که بشه گفت خشونت علیه کودکان، چه اسم دیگه ما میتونیم روش بذاریم؟ خب ممکنه این سوال هم ایجاد بشه که چه عواملی باعث میشه که خانواده تمیده به این که دخترش در سن پایین ازدواج بکنه. ما فرض میکنیم که عوامل اقتصادی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و خب الان هم در تحقیقی که انجام شده در ایران یکی از دلایل اون هم میتونه تعطیلی مدارس باشه و دخترها خونه هستن. خب ممکنه این هم یه دلیل برای ازدواج باشه، ولی نقش قوانین شرعی و قوانینی که حاکم بر این کشور است اون با این پدیده خشونت بار چگونه برخورد میکنه؟ در قانون میگه دختر در 13 سالگی ازدواج کنه، ولی ما میبینیم که به اصطلاح مسائلی که در کشور به وجود میاد منطبق با اون قانون هم نیست، ولی دولت هیچ کاری در این زمینه نمیکنه. نوع دیگر خشونت که حتما باز همتون میدونین در مورد طرح جوانی جمعیت هست که این روزا خب در سوشال میدیا خیلی راجع به این صحبت میشه و حتی هفته گذشته کاربران خیلی اعتراض کردن نسبت به این مسئله. ظاهراً در این طرحی که به مجلس داده میشه نگرانی حکومت رو از کمبود جمعیت جوان در آینده ایران میدونه، ولی من به نظرم اینجوری میرسه که اینها میخوان هرچی بیشتر زنها رو خانه نشین بکنن و میبینیم که فروش وسایل جلوگیری از حاملگی ممنوع شده، سقط جنین غیرقانونیه، عقیم سازی موقت جرم محسوب میشه. خب از طرف دیگه دولت اومده میگه که میزان وام به جوونا که قصد ازدواج دارن اون وامو بیشتر کرد و زنان خودشونم شروع کردن به تبلیغ چند همسری. احتمالاً در سوشال میدیا یک ویدیویی که خانمی رو که بچهش بغلش بود به احتمال زیاد شما دیدید که این خانم در واقع میگه که خوشبختی در این هستش که همسرها چند زن داشته باشن و از طرف دیگه ترویج و تبلیغ صیغه گسترش پیدا کرده و خانه های عفاف یا روسبی خانه ها به اعتبار خیلی ها فعالیت های علنی دارن. معاون استاندار قم در هفته گذشته گفتش 7863 فرزند بدون شناسنامه که حاصل ازدواج موقت دخترای ایرانی با طلبه های خارجی هست در قم وجود داره که تا به حال فقط تونستن 100 تا شناسنامه به اسم مادرای ایرانی برای اونها صادر بکنن. نام این کار چی میتونه باشه؟ غیر از خشونت علیه دخترانی که در اختیار طلبه های خارجی قرار می گیرن و حتی اجازه استفاده از وسایل جلوگیری هم به اونا داده می شه. به حراج گذاشتن دختران جوان ایرانی در ترکیه، کردستان عراق، کشورهای عربی منطقه با داشتن نقش سپاه پاسداران و قاچاق انسان روی دیگر سکه است. چگونه می توان این میزان بیشربیه مسئولین حکومتی را نادیده گرفت و چگونه میشه اون مردانی که در این جنایت ها نقش دارن، چگونه میشه اونها را بخشید؟ دیروز توی اخبار نگاه میکردم خانم انسیه خزعلی که معاون رئیس جمهور در امور خانواده هست و
آقای رئیسی ایشون رو انتخاب کرده، گفته که تا به حال دخترانی که در دبیرستان، دخترانی که دبیرستان میرن و عقد میکنن در ضمن تحصیل، خب طبق قانون اینا نمیتونستن دیگه بیان در کلاس روزانه تحصیل بکنن. حالا ایشون طرحی رو برده به مجلس که این قانون لغو بشه و اجازه بدن این دخترها بیان در کلاس بشینن. معنی این کار چی هست؟ معنی این کار ترویج و تبلیغ ازدواج دختران کم سن و سال در مدارس به نظر میرسه. و همینطور در یک مصاحبه دیگه گفته که سیاست‌های دولت باید زنان را برای شوهرداری و بچه‌داری آماده کنند. به نظر من در جمهوری اسلامی پیش بردن اهداف ایدئولوژیکیشون در درجه اول اهمیت قرار داره، ولی این رو با تسلط بر بدن زن و برای کنترل نصف جمعیت ایران هست. یعنی هدف اصلیشون این هست. قانون اجرا می نویسن، ارگان هایی که دارن اونا رو اجرا می کنن و طی یک مدتی به شکل فرهنگ و به شکل سنت در میاد. خب البته بیشتر به شکل فرهنگ در میاد، حالا میخواد به شکل با اختیار یا با زور اونو به جامعه تحمیلش میکنن. خب کسانی که در چنین جوامعی با خشونت سیستماتیک بزرگ میشن، تبدیل به مردی میشن که دختر یا زن و یا خواهر خودشون رو میکشن. تبدیل میشه به عصبانیت و درگیری های فیزیکی، تبدیل میشه به استفاده از الفاظ رکیک علیه همدیگه و تبدیل میشه به مسخره کردن همدیگه. اونقدر پیش میره که خود زنان بخشی از اون میشن، زنانی که در خدمت خشونت مرد سالارانه قرار میگیرن، مثل زنی که در ویدیو کلیپ عشق و محبت را در چند همسری برای شوهرش میدونه، یا زنی که به عنوان نماینده مجلس حق زنان دیگر رو نادیده میگیره. پدیده زنان علیه زنان یک خشونت معنی نشده در فرهنگ ماست که نیاز به تحقیق و تحلیل اون وجود داره، حتی اگر این میزان زیاد هم نباشه. من خودم یکی از کسانی هستم که تحت خشونت زنها قرار گرفتم و اگر هم کسی در این زمینه تحقیق بکنه حاضر هستم مطالبه بکنم. میتونم بگم که خشونت یک رفتار هست که در بستر خانواده و اجتماع در نتیجه عوامل اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی به وجود میاد و به دو شکل هم ظاهر میشه که قبلا هم در این مورد دوستان صحبت کردن، به شکل آشکار و به شکل پنهان، که هر کدام نیز شکلهای متفاوت و مختلفی داره که من وارد اون قضیه نمیشم چون راجبش صحبت شد. و فکر میکنم از اونجایی که خشونت یک رفتار اقتصادی است، نقش خانواده، آموزش و پرورش و رسانه ها بسیار مهم است. در هر شرایطی میتوان به راهکارهای متفاوتی اندیشید که شدت و میزان این خشونت رو کم بکنه، تا بلکه در یک پروسه طولانی مدت محو بشه یا کمتر بشه. بس بر سر خشونت علیه زنان به نظر من پایانی نداره. دوستان اشاره کردن به انواع و اقسام مختلف این خشونت ها و این نکته رو هم اضافه بکنم که در شرایط کرونا همونطور که گفتم این خشونت بر علیه زنان زیادتر شده و حتی سازمان بهداشت جهانی میزان 30% به اصطلاح آماری که داده میگه که 30% به خشونت های خانوادگی افزوده شده. اما خب ما صحبت میکنیم از خشونت ها، صحبت میکنیم از مشکلی که باش روبرو هستیم، ولی در شرایط امروز چیکار میتونیم بکنیم؟ معمولا ما فکر میکنیم که یه برنامه کوتاه مدت باید باشه، یه برنامه دراز مدت باید باشه، برای اینکه کشور ما واقعا سر تا پا خشونت هست. فقط هم بر علیه زنان نیست، خشونت سر تا پای جامعه رو فرا گرفته. خب باید یک راهکارهایی داشته باشیم به طور موقت یا در طولانی مدت ازش استفاده کرد. من فکر میکنم که در هر شرایطی زنها میتونن پافشاری بکنن برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، مثلا حجاب اجباری که خب این کار رو میکنن زنها در ایران، حق تحصیل و کار بدون تبعیض، مجازات
قاتلین قتل ناموسی، حق انتخاب آزاد زنان برای داشتن یا نداشتن فرزند، اعتراض به پدیده کودک همسری که خب خیلی خوب در این در واقع شروع شده و خوب کار کردن در طول این مدت، ولی خب فعلا ادامه پیدا میکنه، یا اینکه خب وسایل جلوگیری نمیتونن خریداری بکنن. به نظر من جا داره که به این اعتراض بشه. آزادی سقط جنین باید در کشورمون به وجود بیاد. بالا بردن آگاهی زنان و آموزش جلوگیری طبیعی به زنان و مردان باید به شکل یک وظیفه فردی و یا گروه های زنان در این امر کوشا باشن، چون وقتی که وسایلی در دسترسشون نیست، خب از طرق پزشکی، از طرق های طبیعی میشه کمک کرد و به اونها آگاهی داد. و فکر میکنم که امکان استفاده از اینترنت و دیگر تکنولوژی هایی که وجود داره در عرصه آموزش حقوق شهروندی برای اینکه زنان کشور ما آشنا بشن با تجارب زنان دیگه در کشورهای دیگه و چگونه کمک بکنن به این که به خودشون که در واقع خشونت رو کاهش بدن، خب میتونه خیلی مؤثر باشه. حرف آخرمو اینطور میگم دوستان عزیز، به نظر من جامعه ما در حال گذر از یه جامعه سنتی به یه جامعه مدرن است و باید باور بکنیم که زنان نسبت به حقوق خودشون آگاهی بیشتری پیدا کردن و به آسانی تسلط مردان رو نمیپذیرند و این باعث میشه که خب زن مقاومت بکنه در مقابل اون چیزی که میخواد بگیره، حقش رو میخواد بگیره و مقاومت میکنه، بیشتر در خانواده و حتی در بین زن شوهرهای کارمند و تحصیل کرده. مردها هنوز پذیرای برابری این حقوق زنان با خودشون نیستن، به خصوص در اون جامعه هم زندگی میکنن. خب اگر نمیتونن خشونت جسمی به کار ببرن، با خشونت لفظی، با تحقیر، با اینکه بی ارزش میکنن اون موفقیت های رو که زنان به دست میارن، به آزار روانی و روحی اونها میپردازن. خب برای ایجاد یک تعادل نسبی به افزایش آگاهی و آموزش جامعه و به خصوص مردان در مواجهه با این چالش ها ما روبرو هستیم و میتونه کاهش پیدا بکنه. اما در از مدت دیدم که یکی دو نفر از دوستانم اشاره کردن، هممون میدونیم تنها راه رهایی زنان گذر از این حکومت برای این که بشه یک حکومت سکولار دموکراتیک در کشورمون وجود بیاد که مبتنی باشه بر منشور جهانی حقوق بشر. اما اینم خوب میدونیم که نمیتونیم دست و دست بگذاریم و کاری نکنیم. ما باید به فکر بعد از گذار از این حکومت هم باشیم، مثلا داشتن پیشنویس قانون اساسی بر اساس برابری جنسیتی، آموزش و پرورش یکسان و برابر برای همه افراد جامعه، توانمند سازی زنان، حق تحصیل و حق اشتغال بدون تبعیض برای زنان و در نهایت بدون شرکت فعال سیاسی زنان برای به دست گرفتن قدرت و تصمیم گیری های کلان، هرگز نمیشه به یک جامعه انسانی و بدون تبعیض برسیم. از همه تون سپاس گذارم که به صحبت های من گوش کردید. با سپاس از بانو حسینی عزیز، در این قسمت نوبت میرسد به شعرخوانی آقای آبتین آینه، شاعر، نویسنده و پژوهشگر ایرانشناس وطنمان، تا با شعر خود فضا را تلطیف نماید. درود به شما، درود به برگزار کنندگان همایش فرارو یا آلاین آسیب شناسی رنج های زنان ایران، درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، مهمانان و همه هممیهنان آزاده و دلاورم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز همانده در بند. خب برایتون یه سروده میخونم در از دفتر کوروشنامه به نام 1,000,000 پیام. برای زنان مبارز، دلاوران پیشاهنگ و پیشگام آزادی ایران، 1,000,000 پیام. هنوز گوی آزادی
گردان گرد آفرید برای آزادی میهن میگردد. پروانه پردیس آناهیتا یادواره خدا بانوی مهر میترا، دلاوری دریا سالار آرتمیس و سخن نخستین زرین تاج در بدشت، دانه و دانش به جان جنبش هر جنبنده‌ای میرساند و مهر مادری با پیچش وزش گیسو، آسیاب دانه دل را میگرداند و چالشگاه جویندگان را آموزگار هستند. هنوز بر چشمان پیشگامان چنگ میکشند، سیمای سیمین نگاهشان را نگار برداری به بند میکشانند و بانوی غزل ایران را نابینا میگردانند. هنوز تار موهای رنگینشان را به فرمان سنگ سیاه قیر میپاشند و سپیده را در سیاهی پرده درانی سنگسار میکنند و هر روز تابش 1,000,000 پیام را در بند میکشانند تا با کوبش نخستین ها رویش را ریزش خیزش را کامکین خواهی به دار بیاویزند، تا از بام تا شام بر گرده زندانی به گستره 70,000,000 تازیانه زنند، تا خرخدای اسلامستان را از رزمگاه خیش خرد ایرانیان برهانند. سروده دیگر را به نام رو به میهن پشت به دشمن، که همکنون هم میهنان کشاورز سپاهانی ما در جنگ رو در رو یا در نبرد رو در روی با دیوان و دیوزادگان اسلامستان الله حسن میخوانم، برگرفته از دفتر واپسین شکست. برای همه دلاوران خیزش نوین ایران به ویژه کشاورزان اصفهانی یا اصفهانی که ژرفای بانگ فریادهای کردارشان نگار هر نگار را نگین گشتانده است، کشاورز با بود دهقان نژاد یکی شد بر ما به هنگام داد. بدین مز دهقانم و کت خدای، خداوند بوم و کشت و سرای. فردوسی. رو به میهن پشت به دشمن. هنوز هم پشت رویاروی دشمن میهن، فر کردار کشاورزان اصفهانی نگاه نگارم را به دهگانان آن آزادگان، آن ایران دور دیرین می کشاند. هر گو و نگویی را گفتگو، هر پچ پچی را پرسش، هر پاسخی را پندار، هر کوششی را کردار، هر جنبشی را جویبار، هر شورزاری را شورش، هر خواب خیزی را خیزش، آبشار آرا آزادی می‌گرداند. تا آزادگردانی و آباددانی در میهن آفریده آفریدگار پایندگی ماندگار گردد. اکنون کشاورزان سپاهانی در نیایشگاه دیوان الله پشت به قاریان قرآن، راهیان واپسگرایی 14 سده، بیگانگان راهیان واپسگرایی 14 سده، بیگانگان وانوره را واژگون گرداندند. تا رو به فر فردای پیر کهن جوان سال زاینده بدرود را دوباره زاینده رود، نیمه جهان را دوباره زنده گردانند. تا دناکو
زایشگاه آبستان پایانی بام زاگرس، بارش برف و باران بر رانش بادستان شورزارها، دانا و توانا به جلگه خوزستان آبشار کام، روین تن دم دمیدن برساند. تا کشتی های بی خدا با ناخدا بر کارون روان، کاریز های بسته و تالاب های خشکانده شده بروند رود بازگرداند. هنوز هم نگار نگاه هم به کارزار کارستان کازوریان زیرا چنین نگین گشته است. آنان یگانگی دریاچه پریشان با آبستان بختگان بختیاریان، پریساهای دریایی ایرانیشان را بر پار پار شدن کسستگی اسلامی استوار و ماندگار، چونان استوانه کوروش بر سخت سر سنگ سیاه شه سوار گردانیدن، چونان دلاوران دل شاهنامه دیوان خونسالار کارزار را از شهریار شهر شهروندی خیش گریزاندند، تا گام راهپرین خیزش ایستایی رانندگان هر جا به جایی و جان به کاهی سوخ رسانی اسلامی را بر جنهای الله به بند بکشانند. هنوزم بود آب مانده را کم بود، آب نمانده را نبود بر چالشگاه ریزگردها، در چشمان خاکستر گرد نشان نشانه گیر گلوله گلوهای خوزیان، اصفهانیان، بختگان، بلوچستانیان، سیستانیان، هامون خشکانده شده، آبستان یگانه ارومیه و و و را، کارزار گناه ایرانیان، سزاوار تازیانه الله، سزای کیفر می نمایانند. تا پیکر کردارهای ایران سودشان به سان پیمان نامه 82 آن سید خندخار در ریز در زیر شوزار پنهان گردانند، تا هر دم 10,000 کوزه آب شیرین از سرچشمه کارون رود غمگین به کشورک نفرین نفتی چندین و چند برابرش برای نوش داروی خونسالاران بیابان سراهای امامان بردگان زیر زمینی روان، آنان را درمان بگردانند. تا جام تشنگان حسینی در دراز، تا جام تشنگان حسینی و کام گرسنگان حسنی را در درازای 1400 سال شیرین کام گردانند. تا داشته های دارایی ایرانیان از زر زرین تا سیم سیمین را بر سیمای دروغین آسیابانان باد آزین ببندند. تا سیاهه تاراج را در چاه جمکران و چاله سامرا به پاپوس امام واپسینشان ببرند. تا جان و توان یگانه ایران دربند را پیش مرگ جانکوبی و جانکشانی جهانگیری اسلام بیگانه گردانند. تا دیوزادگان و جنهای قرآن کام دوشان زیبا رویان میهن را در روسپی سراهای درگاه بارگاه امامان کام نوششان نوش جان کنند. تا کرنشگران در هر آدینه الله کام نوشی پرده درانی را ارمغان، نماز واجب نیاز طالب پرده ای از پردیس آن جهان بر پیشانی مهر نشان زنند. در هیچستان هیچ آن امام، آن آبادان انسان پی آب، آن خرمشهر یادمان پی خرمای خوزیان، آن بلوچستان بیبام
کردستان به کوله بار و سراسر پهنه شورزار، پی چکهی پی چکه های چشم چاله آب و تکه های خشک نان بگردند، تا ایرانیان باز هم مانده در بند در سرزمینی سوخته آزمایش الله را سزاوار باشند. اگر چنین باشد چنان خواهد شد، همچنان بر آیندگان آرزوی دریای ایران رو بر باد رفته از یادها می رود. در این گرفتاری گسل گسستگی به سان آن دوران یاد بود شادی روان را چاره کمبود دلاوری و نبود دادگری، پرواز شهباز زند و آواز شاه رضای پهلوی، راز نیاز نیازمندی بیداری و رهایی می دانند. پوران پوزش بر سوگ سال شادی، پوران پوزش بر سوگ شادی آویزان گشته، هنگام های هستی بر هنجار هنگام بنشست. راه پرین نوین از خوشید لبان خورم شهریان، روی خاکستر بستر خونین شهر گشتگان آغاز آواز گذار گردانید. انگاه شکیبایی شورش شوش، خاموشی فراموشی خروش، شکوی بالیدن شوشتر بخت بختیاریان بیدار شدند. بدین سان بانگ خیزش بابک باور بایسته بابکان در راه، آبهای شیرین با دلی سنگین تنگه تنگ لوله های آهنین در آبشار آه مردمان خروشش آبشار گردید، تا خاک خسته خوزستان آب را در خیش روان گرداند، کارون زندگانی را آب رسانی کند، ریزگردها را از چشمان بشوید، بزرگردها را بکوبد و بروبد، راپرین نوین را ساز نوازد، تا سرآغاز سرنگونی دیوان اسلام را سرانجام سامانه ساماندهی، آزرخش آزادی و آبی آبادانی فراز فردای ایرانیان نشان گرداند، تا فر فرهنگ شهر ایران شهر باور بایسته کارستان کردار پیمانه پیوستگی سپندان پاینده گردد، تا دیگر بار شیر خروشیده کهن جوان سال با خیزشی سپاهانی زاینده رود را زنده ایران را آزاد گردانند، تا گهواره زمین و زمان از نیمه جهان به کهکشان شیری شیر رساند، تا گهواره زمین و زمان از نیمه جهان به کهکشان شیری شیر رساند. سپاسگزارم. با سپاس از آقای آینه گرامی، در این قسمت 5 دقیقه آنتراکت با پخش موسیقی خواهیم داشت و سپس ادامه همایش را پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو. اگر زنم و حرام است این بدنم بترس از من، اگر جرم است عطر تنم تو نخواه این منم بترس از من، اگر زنم اگر عطر گیسوی من پریشان کن حال تو را تو نخواه این منم بترس از من اون پروانه هستم بترس از من که آزاد
اگر زنم اگر قلب سنگی تو زد زخمی بر بدنم تو نخواه این منم بترس از من اون پروانه هستم بترس از من که آزادی صدامه بترس از من این که خیلقتم از پهلوی توست دروغ است دروغ خدایم و موج حکمتم و شهامتم شرافتم اصالتم و تمام بشر مادرم و جهان را ساقی و ساغرم هیچ مهم نیست فکر کنی که کافرم سوی من پریشان کن حال تو را تو نخواه این منم اگر زنم اگر قلب سنگی تو زد زخمی بر بدنم تو نخواه این منم بترس از من بخش پرسش و پاسخ همایش روز شنبه ششم آذر ماه از ساعت 21:30 در کلاب صدای مردمان ایران در شبکه اجتماعی کلاب هاوس با حضور تعدادی از کارشناسان گرامی برگزار خواهد گردید. از همین رو عزیزان همراه می توانند پرسش های خود را از هر یک از سخنرانان عزیز از طریق کامنت یا پیام در همان شبکه اجتماعی که همکنون به تماشای همایش نشستند مطرح کنند تا در روز شنبه به آنها پاسخ داده شود. همینک دعوت می‌کنیم از بانو سیمین صبری، روانپزشک و فعال حقوق زنان تا به ایراد سخن بپردازند.
سلام به حضور شما خانم مریم سلطانی عزیز، به دوستانی هم که سخنرانی کردن در انتظار سخنرانی هستن خسته نباشید میگم تشکر به خاطر این اتاق بسیار مفیدتون. رسمیت جلسه واقعا یه خورده برای ما الان که به خصوص در نروژ کار میکنیم زیاد آشنا نیست، برای همین من پناه میبرم به دموکراسی موجود در جامعه و امیدوارم که اگر بر طبق روالی نباشه احساس بسیار رسمی بودن این اتاق اگر مطابق اون مدلی نباشه که من معمولا عادت دارم صحبت کنم یا سخنرانی کنم منو باید ببخشید. از تاپیک بسیار خوبتون، از موضوع خوبتون، آسیب شناسی یک جامعه اگر شروع کنم و برای اینکه دور بزنم صحبت‌های تکراری رو تکرار نکنم، کلیشه‌ای صحبت نکنم، شاید به موضوعی بپردازم که تحلیل من هست به عنوان یک شهروند سرزمین ایران، یک ترک تبار ساکن ایران که یک فمینیست اینترسکشنالیستم خودم رو معرفی میکنم. در آسیب شناسی یک موضوع وقتی مثلا بیماری به ما رجوع میکنه ما سعی میکنیم یه خورده آنامنستیک یا بگیم شرح حال بیماری رو بگیریم، یه خورده شرایط عینی و ذهنی رو که بیمار اونجا زندگی میکنه، اصلا از تولد به این ور چه مسائلی رو از سر گذرانده و جریان چطور هست، شرایط اطراف، آپاراتی که ما میگیم اطراف بیمار هست چگونه است. اگر این درست ارزیابی نشه، آسیب شناسی نشه، ما نمیتونیم به یه تشخیص درست برسیم و اگه نتونیم به یه تشخیص درست برسیم نمیتونیم یک تداوی یا معالجه درست هم عرضه کنیم. جامعه هم شاید از این دیدگاه میشه همونطور بهش نگاه کرد. ما باید آسیب شناسی درستی از جامعه خودمان داشته باشیم. تمام عزیزانی که اینجا صحبت کردن از جامعه صحبت کردن که مثلا اگر یک غیر ایرانی اینجا بود این جامعه رو به صورت یک جامعه کاملا همگون میدید، یعنی تمام شهروندان از یک تبار، از یک قوم، از یک اتنی که چنین مشکلاتی دارن، مثلا به خصوص این مسئله خشونت ساختاری قانون رو که یکی از خانم هم خیلی خوب بهش اشاره کرد که بیشتر متوجهش هستن علاوه بر خشونت های خصوصی و خانوادگی و خیابانی و یا بگیم که در جامعه به خاطر عرف و عادت بهشون ایمان میشه، خشونت قانونی هم ما داریم. ولی من اینطوری نگاه نمی کنم. من اگه بخوام به عنوان یک فمینیست اینترسکشنال به این مسئله نگاه کنم، جامعه ایران رو یه جامعه ناهمگون ببینم که بافت زیبایی هست از ملیت‌های مختلفی که در کنار همدیگه زندگی کردن در طول سالیان دراز. و اگر شروع کنم دوباره به خشونت ساختاری، باز هم میتونم بگم این خشونت ساختاری هم میتونه متوجه تمام زنان ایران سوای تبارشون بشه و یا میتونه فقط یکی از اونا رو یا بخشایی از اونا رو به اصطلاح هدف قرار بده، که شاید بتونم الان در مدتی که کوتاهی که در دست دارم این رو خدمتتون عرض کنم. و این برای اینکه صرفه‌جویی کنم در وقت، یادداشتایی هم از سخنرانی برداشتم که سعی می‌کنم نگاهی به اونها هم بندازم. خشونت ساختاری برای اولین بار سال 1969 جامعه شناسی به نام گالتونگ اون رو مطرح کرد، شیوه های سیستماتیک که حکومت اعلام میکنه برای اینکه مانع از دستیابی شهروندان بشه به پتانسیل مفید اونها، یعنی خشونت سیستماتیک هم که گفته میشه دوستمون الان اشاره کردن. اثرات تخریبی این نوع خشونت بیشتر از جنگ ها و درگیری های مسلحانه هم هست، همین به اصطلاح جامعه شناس اینو اعلام میکنه. خشونت یا نابرابری ساختاری به خصوص در مورد زنان به علت تلاقی مطالبات جنسی با شرایط ناگوار، مثلا بهداشت، همین الان خشونت ساختاری که دولت اعمال میکنه با جوانی جمعیت و برداشتن قرصای حاملگی، نمیدونم اینا یک خشونت ساختاری است که پتانسیل های زنها رو علارغم اینکه زن توانمندی هستن، زن بی سوادی هستن، زنی هستن که اصلا دست چپ و راستشون رو نمیشناسن، اونجا آچمز میکنه و هیچ راه فراری هم مادام که در چارچوب این قانون و زیر تحت اجرای قوانین این قانون زندگی میکنن نمیتونن باش کاری بکنن. پس در ادامه باز هم ایشون میگه که وقتی یک مرد مثلا زنش رو کتک میزنه یه خشونتی است که در حوزه خصوصی اتفاق میفته، ولی هرچند ما میدونیم که این
به طور غیر مستقیم از طریق به خصوص فرزندان و خود این همسر به حوزه جامعه هم منتقل میشه با خشونت‌های روانی که در پی خودش داره، خشونت خانوادگی. اما هنگامی که یک حکومت میلیون‌ها زن رو از حق طبیعی و ابتدایی خودش محروم میکنه، در واقع یک خشونت نامرئی هست که تبعات اون در سالها و نسلهای بعد خودش رو نشون میده. در اینجا من میخواستم یه نمونه بیارم از پیدایش فمینیسم سیاه، از اونجا که یک زن فمینیست اینترسکشنالیست هستم. فمینیسم سیاه پدیده زیستی یا بگیم تجربه زیستی زنان سیاه آمریکا بود که هم با مبارزه طبقاتی داشتن با دولت آمریکا، هم مبارزه نژادی داشتن و هم مطالبات جنسیتی داشتن. و اینها یواش یواش متوجه شدن که بعضی وقتها اصلا مطالبات اینها با زنان سفید هیچ همپوشانی نداره. مثلا اینها اصلا دغدغه‌شون این نبود که اجازه کار بیرون از منزل رو هم مثل زنان بورژوا که دنبال این بودن که برابری کار رو بگیرن از مرداشون به دست بیارن. برعکس اینها همراه مردان سیاهشون داشتن مبارزه میکردن که از قید خشونت نژادی، رهایی از این یوغی که برگردنشون بود، رهایی پیدا کنن و حتی دنبال این بودن که از کار بسیار با درآمد ناچیز و کار بسیار شاق و طاقت فرسایی که اینها داشتن، حتی شاید بتونن همسرانشون یه روزی درآمد خوبی پیدا کنن که اینها حتی در خانه بمونن. یعنی مطالبات اونقدر میتونست در تناقض با هم دیگه بگیره. یا مثلا اینها بیبی سیتر میشدن برای زنهای سفیدی که مثلا میرفتن برای اینکه فعالیت‌های فمینیستی بکنن با نصف درآمدی که همون بیبی سیتر سفید میتونست بگیره. یعنی این مطالبات جنسیت، طبقه و نژاد چنان با هم همپوشانی میکرد که کم کم فمینیست‌های لیبرال که به اصطلاح از لای دو انگشت به اون نگاه میکردن یا زیر سیبیلی اونا رو میخواستن رد کنن، نتونستند به این شکل نگاه کنن و پذیرفتن که دیکته کردن به زنان سیاه که شما این مطالباتتون رو بذاریم پشت در وقتی تشریف میارید به مطالبات جنسیتی و فمینیستیتون، اینها مقوله های مختلفی است. به این نتیجه رسیدن نه، اینها مقوله های در هم تنیده هست. به همین شکل ما در جامعه ناهمگون خودمون هم داریم. ببینید زنهای ما، شما برید الان صحبت شد از کم آبی، از خوزستان و بلوچستان، شما به یک زن روستایی در بلوچستان و یا در الهواز مثلا بگید که مبارزه کنی به ما بپیوندیم، ما میخوایم حق اجازه سفر بگیریم که مثلا این دست همسرمون از حق اجازه دوچرخ سواری و اینا، اونجا متوجه میشید که خواست این زن کلن خیلی در خیلی زمینه ها اولویت هاش، هرچند خب میتونه در آینده مطالبه گر اینها باشه، اولویت هاش با ما فرق میکنه. ایشون میگن من اصلا از این روستا تا حالا بیرون نیومدم و حتی آب آشامیدن خانه از به اصطلاح هر روزه و گذاشتن وقت هست چندین ساعته تا از رودخانه چند کیلومتر اونورتر به اینور بیارم با رنج و آرتروز و مشکلات دیگری که دارم، لباس درست حسابی هم وسط زمستون ندارم. مشکل من این هست که آبی در خانه داشته باشم که بتونم در این رفت این ترددی که میکنم بین این دو مسافت هر روز صرف جویی کنم تا بتونم پتانسیل های خودم رو به عنوان یک زن وقتش رو داشته باشم که برسونم به یک برنامه مفید رادیویی و تلویزیونی گوش کنم، اونم اگه زبانش رو بفهمم، کم کم تازه میتونم بفهمم که مطالباتی که شما ازش صحبت میکنید چیست. یعنی تلاقی مطالبات، همپوشانی مطالبات مختلف. الان ما انتقاد میکنیم از کشورهای همسایه همگونسازی، نسل‌کشی یا بگیم نسل‌کشی فرهنگی مثلا در ترکیه که نام برده شد. خب باید به خودمونم نگاه کنیم. ما زنهایی مثل سکینه آشتیانی رو داریم که اعدام شدن به خاطر اینکه زیر سندهایی رو امضا کردن که نتونستن اونا رو بخونن و وقتی هم قاضی اونا رو به فارسی خوند اصلا نتونستن متوجه بشن که چیست. همین الان وقتی ما خشونت ساختاری محرومیت از زبان مادری رو به دست میگیریم که به تایید یونسکو فرار از مدرسه و بیسوادی در مناطقی از کره زمین رخ میدهد که کودکان به زبان مادری که تنها
بند یا پیوند انسیت دهنده آنها به علم هست آغاز به تحصیل نمی کنند. این باعث میشه که فرار از مدرسه در پیرامون کشور، زنهای پیرامون، زنهای ترک، زنهای کرد، زنهای بلوچ، زنهای عرب، زنهای لور میشمرید، اینا رو همینطور بسیار بسیار بالاتر باشه و آمار بیسوادی رو هم در اونها بالا ببره. مثلا برید بپرسید از به پدر من، خب دخترایی هم که زود شوهر کردن الان چند تا هم بچه دارن، 24 سالگی 10 تا بچه دور و برش، نمیگه خب یه سپاه دانش اومد یه چیزایی به ما گفت، منم هیچی نفهمیدم، دو سال رفوزه شدم، تازه انگی خنگ بودن و امول بودنم خوردم، بعدم 12 سالم بود گفتن یه شوهر خوب برات پیدا شده برو شوهر کن. یعنی آسیب شناسی این که چرا به خصوص مناطق کودک همسری، کودک مادری، زن کودک مطلقه بالاتر دارن، آمارش برمیگرده به این فشارهای به اصطلاح بگیم خشونت‌های سیستماتیک ساختاری که اعمال میشه و نتایجش رو به این شکل میگه. تا ما نتونیم این مسائل رو به این شکل به صورت اوریان بدون پنهان سازی به این یا آن دلیل، من اصلا به جزئیاتش نمیرم، به دست نگیریم، نمیتونیم یک راه حلی رو، برای اینکه ما میخوایم به یه جایی برسیم، چه چیزی بهتر از چجوری ما پیوند پیدا کنیم، چجوری به بستر این گروه زنان مختلف با مطالبات مختلف و در این حال مطالبات مشترک در واکوم فقط جنسیتی برسیم، باید حتما اینا رو به درستی آسیب شناسی کنیم، با چه زبانی با اینا برخورد کنیم، چطور اینها رو رجیستری کنیم به خاطر اولویت هایی که در مطالباتشون هست و چطور با اینها پیوند و انسیت برقرار کنیم که یک رشته سراسری در تمام کشور بتونیم راه بیندازیم که به هر حال پوشش بده تمام زنهایی رو که اینجا داریم. برای همین حکومت بگیم خشونت ساختاری که همین یک ماه پیش اعمال شده، حق آبستنی، قرص ضد بارداری و صحبت از کورتاژ، خشونت سیستماتیک که هم روان و هم جسم زنان رو مورد هدف قرار میده. در این خشونت ساختاری مثل خشونت ساختاری محرومیت از زبان مادری، تنها قشرهای مختلف یا بگیم تبارهای مختلف، اقوام مختلف یا ملیتهای مختلف هدف قرار داده نشدن، تمام شهروندان زن ایران که نصف جمعیت این کشور هستن هدف قرار داده میشن و حتی مردان، به خاطر اینکه وقتی زنی و یا زوجی از قرص بارداری و امکان کورتاژ محروم هستن، هیچ راه دیگری ندارن و حتی مدیا هم قدغن شده که کم فرزندی رو تبلیغ کنه، یعنی روش های طبیعی جلوگیری از بارداری رو به آگاهی مردم برسونه، در حین یک زندگی سالم، بهداشت سالم سکس بین این دو زوج به این شکل به خطر میفته که هر بار هم خوابگی با اینا، با استراب احتمال حاملگی، با استراب اینکه بعدها چه خواهند کرد اگر کورتاژ پرونده بشه برایشون به هر دلیلی، روبرو میشه که یک زندگی نرمال رو از یک خانواده نه تنها از یک زن میگیره. ما با چنین خشونت‌های ساختاری به هر حال در اینجا روبرو هستیم که همونطور که آقای گالتونگ میگن کلن پتانسیل های شهروندان رو مسدود میکنه، اصلا مثل یک سدی، مثل یک دیوار بلند سنگی در مقابلش قرار میگیره و اونها رو آچمز میکنه. پس من به عنوان یک فمینیست اینترسکشنالیست معتقدم اونجا که از قلب همپوشانی مطالبات نژادی طبقات جنسی در آمریکا فمینیسم سیاه بیرون اومد که با افتراهای مخصوص به خودش در مقابل فمینیسم لیبرال، ما باید چشمارمون رو خوب به همپوشانی مطالبات در حوزه حقوق زنان باز کنیم. در کشورهای کثیرالمله مثل ایران، شهروندان ایران از اقوام و ملل مختلف طلبات مختلفی دارن و باید بتونیم پیوند بدیم، احترام بذاریم به تمام اولویت‌هایی که ممکنه گروه‌های مختلف زنان از مناطق مختلف اونها رو مطرح کنن و قالب مشخصی نسازیم که بعضی از زنها اونجا گشادن، بعضی از زنها اونجا تنگ هستن و باید این زنها یک کارهایی با خودشون بکنن.
بپذیریم که ما یک کشور همگون نداریم مثل مثلا آلمان، نمیدونم روسیه یا کشورهایی که 99% مللشون در واقع از یک اتنیک ساخته شده. به هر حال من الان دایرتون معارف نروژ رو پیش چشمم دارم، اونجا نوشته ایران کشوری است کثیرالمله از اتنوس‌های مختلف، حالا درصداشو نمیگم برای اینکه آمار ممکنه اشتباه باشه، چند درصد فارس از اتنیک فارس، چند درصد از اتنیک ترک، کرد، همه اینا اسمشون اومده و کشور ما در مجامع بین‌المللی هم به درستی به این شکل خوانده میشه و ما هم باید به این شکل بخونیم، به این شکل آسیب شناسی کنیم، به این شکل به مشکلات و مطالبات مختلف مرکز و پیرامون اگه اینجوری حالا طبقه بندی کنیم بپردازیم که به یک راه حل درستی هم در همکاری های خودمون در سراسر ایران برسیم. و فکر میکنم این چکیده اون مطلبی بود که من در فکرم داشتم خدمتتون عرض کنم در بخش پرسش و پاسخ هم با کمال میل فکر کنم فردا بشه. خانم مریم در حضورتون هستم، اگر سوالهایی در این حوزه ها هست حتما جوابگو باشم. خیلی ممنون از وقتی که در این مورد به من دادید. با سپاس از بانو صفی گرامی دعوت می شود از بانو شهره نظر، کنشگر سیاسی، نویسنده، بنیانگذار و سخنگوی جنبش زنان ایران تا سخنان خود را آغاز کنند. درود خدمت همه شما عزیزان، بسیار بسیار خوشحالم که این بحث رو داشتم که امروز در خدمت همه شما عزیزان باشم. و من البته معمولا نمی نویسم، یعنی صحبت هم همینطور به اصطلاح بدا هست، ولی امروز یه چند تا نوت برداشتم به دلیل صحبت های بسیار زیبایی که شنیدم و برعکس عمل کردم. تو این فاصله چیزایی که می خواستم با شما در میون بذارم رو یادداشت کردم و باز هم چک کردم که از وقت خودم خارج نشم. من در آغاز اجازه بدین که همون صحبتهایی رو که شنیدم با شما قسمت بکنم، اون حسی رو که به هم داد در رابطه با اشاراتی که شماها داشتین، شما عزیزان. من قبل از همه چیز در ارتباط با مذهب باید بگویم که جذابیت سرزمین ما، بانوی نازنینم که آخرین سخنرانی بودین که بنده افتخار شنیدن صحبت‌های جناب عالی رو داشتم، در این بوده است که ما از اقوام بسیار، ادیان بسیار و گویش‌های بسیار بوده ایم، اما در قلب تاریخ با همین سلایق مختلف توانسته ایم کشوری رو با فرهنگی کهن با همه وجودمون نگهبان باشیم. چرا روی زبان فارسی، چرا روی تمامیت ارضی، چرا روی آنچه که امروز جهان آمده است و از سال 1965 تا سال 1999 روی اون پافشاری می کند با حربه قانون یا حقوق بشر، حقوق بشر در سرزمین ما آنچنان قدمتی دارد که در تمام کشورهای آباد و آزاد جهان از قانون من ایرانی و شمای ایرانی که در ایران بودید و تا مقام شهبانو، نه در مقام ملکه در اون سرزمین زندگی کردید. ما زبان مشترک رو، ما عشق مشترک رو باید تجربه کنیم. چرا؟ من اون رو میخوام امروز با یادداشتم، من گفتم معمولا یادداشت نمی کنم، ولی امروز چون دیدم مثلا به یک باره با سخنانی که شنیدم صحبت هم یک قدری تغییر کرد و پرسشم هم راجب ساعت سعی کردم که این رو جمع جور با شما در میون بذارم. آرمان ما، آرمان عبداللهی رو کمتر از 48 ساعتی که اعدام کردند. چرا اعدام کردند؟
چون من و تو زن ایرانی که روزی گفتیم و شنیدیم و دیدیم و تاریخ رو که دیگه نمیتونیم انکار کنیم، دامان ما پرورش دهنده شخصیت های چون آرتمیس بوده، شخصیت های چون پوراندخت بوده، دامان ما پرورش دهنده همسر کوروشی است که وقتی میرود که عدالت رو در جهان نگهبانی و پاسداری و نگاهداری کند، همسر او زمام امور کشور رو به دست میگیره، از اقتصاد تا تدوین هر قانونی. ما قانونی رو، و من اینجا اضافه کنم، اینجا دلم میخواد اینو اضافه کنم، جنبش زنان ایران در رابطه با خودسوزی شخصیتی پای گرفت که تنها حرفش رو بانو دارابی، من اون زمان مقیم نیویورک بودم و افتخار دارم که امروز چند تن از زنان جنبش ایران در این جلسه حضور دارن. رایزن بسیار عزیز ما بانو هایده توکلی که تا دبیر کلی حزب مشروطه آمدند و شخصیتی که بدون شک نقش مهمی در رابطه با این جنبش داشته. و تفاوتی که ما سعی کردیم داشته باشیم این هست که نه رنگی، نه مذهبی، نه قومی و نه هیچ باور دیگری رو داشته باشیم. و جنبش تنها کاری رو که انجام میده این پیوستن مای زن به عنوان شخصیتی است که در فردای آزاد و آباد ایران نقشی بسیار خطیر خواهد داشت. چرا؟ من باز از شخصیت‌های دیگری که در اینجا حضور دارند اجازه بدین یاد بکنم. بانو دکتر روزبه از سازمان زنان ایران و بانو دکتر کیانی از سازمان زنان مقیم آریزونا. ما نشست‌هایی رو داشتیم و باید این رو با شما قسمت بکنم که ما نیازی به اثبات حقوق خودمون نداریم. بسیار زیبا گفتیم، بسیار قشنگ بود، بسیار پسندیده بود، اما کشور ما دارای قانون بود، کشوری که رضا شاه از قاجار تحویل گرفت، یک شبه تبدیل شد به دو برابر جمعیت با آزادی من و تو. و محمد رضا شاه پهلوی با تدوین قانون اختیار دادن به ما در دخالت مستقیم در قوانین و اداره مملکت، ما را به آنجایی رساند که من با جرأت میگویم ادعا میکنند که بعد از ما در منطقه کشور اسرائیل یکی از کشورهای بسیار متمدن و پیشروه. ولی بنده باید به شما اعلام بکنم که همون کشور اسرائیل هم از ما عقب‌تر است. کشور اسرائیل بعد از ما، اون هم به اجازه شاول مفاز رئیس ستاد کل ارتش که بعدها وزیر دفاع شد، اجازه اختیار داشتن در کارهای نظامی رو داشت. اما من زن ایرانی از دیرباز، از کهن زمانی که به خاطر داریم و تدوین شده، دریا سالار بودم، شهبانو بودم و ملکه بودم. ما حق مسلم خودمون رو تنها یک راه داریم که از چه سیاستی استفاده کنیم. اجازه بدین من از سخنان دختر شایسته‌ای که سالها پیش از این در ایران ما شاهدش بودیم، دختران شایسته ای رو که با دانایی و هوش و درایت بسیار می رفتن که با دختران شایسته مترقی ترین کشورهای جهان برابری کنند. یکی از این سالها با اینکه سن بسیار خردی داشتم، ملکه ذهنم شد. سخنانی بود که الهه عزودی با اون گوی سبقت رو در جهان گرفت و
دختر شایسته جهان نام گرفت. وقتی از او پرسش کردند که شما بزرگ، چون اون زمان اگر خاطرتون باشه بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اون کشتار جمعی از همه باورها و نژاد و کشورهای گوناگون جنگ سرد در جریان بود در اون زمان خاصی که الهه رفت که به اصطلاح این مقام سعی کنه که برسه که رسید. از او پرسیدن بزرگترین سیاست مداری که میتواند دنیا رو دوباره به طرف سلامتی و صلح و دوستی هدایت کند کیست؟ کدوم سیاست مداری رو در جهان میتونی نام ببرین که این مهم از عهده اون بر بیاد؟ گفت مادر. اون دختر در دامان ایران، در دامان مادری پرورش پیدا کرده بود که همون مادر شخصیتی چون فرخ رو پارسا رو به ما هدیه کرد و ما متاسفانه با یک هجوم فرهنگی اون رو به دست نشاندگان این هجوم آورندگان که قطعا می دانستند به کجای ایران ما باید حمله کنند که بتوانند ما رو از ریش خوش کنند. ما باید حتما و حتما با سلایق مختلف، با باورهای مختلف، حال چه جمهوری خواه باشیم، چه طرفدار نظام مشروطه پادشاهی باشیم، چه راست باشیم، چه چپ، یک باور داشته باشیم. و اون اندیشیدن به ایران و برگشتن به قانونی که ما اون رو نه یارانی از کشورهایی است که در لحظه نبرد سکوت اختیار می‌کند. ما دارای اون توانایی هستیم و توانایی و در یک صورت ما را به سرمنزل مقصود برساند، برگرداندن عشق و آیین دوستی که آیین ما ایرانی بوده. کجا ما وکیل نیستم ولی به دلیل نوع نگاهی که از داده در کجا بچه ها اعدام های عمومی هدایت می کردند تا این خشم و نفرت و کینه رو در سینه ما نهادینه کنند و نتوانستند. چرا؟ چون بازمانده اون فرهنگ و تاریخی که نگهبان اولش زبانه مای ایرانی است هرگز نتوانستند ما رو قطع قطع کنند و نمیتوانند. و مطمئن باشید که قانون دوباره به سرزمین ما برمیگرده. نقش خطیر ما بسیار بسیار برجسته است. نقش زنان ما بسیار 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 برجسته است. اما اجازه بدین در خاتمه صحبت هام از جمله ای از محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، وام بگیرم. بیایید در این لحظاتی که لحظات بسیار حساسی در تاریخ و سرنوشت ایران ما هست به ایران بیندیشیم. با هر باوری، با هر سلیقه‌ای، تنها به ایران بیندیشیم. جوونا دست دسته تو صف مرگ نشستن، دلاشونو از اون دور به همت تو بستن.
گفتی بیایم یکیشیم، از من و ما رهاشیم، نفس دیگه نمونده تو سینه‌شون هواشیم. جوون خاکو داره، آب و هوا رو داره، رعد و جرقیشین تا ابراشون بباره، تا سرزمین خستت، ایران دل شکستت یادش بیاد دوباره خورشید چه نوری داره، یادش بیاد گلاشو، سوسن و لاله هاشو. هنوز همه نمردیم، تن به قضا سپردی، هنوز داریم جوونه، بهار میاد بخونه، قلب زمین تپیده، زاینده رود ما، قلب ایران ما تپیده، قلب زمین تپیده، فردا رو کس ندیده. اون سرزمین خستم، ایران دل شکستم، یادش میاد دوباره خورشید چه نوری داره. بی نهایت سپاسگزارم و خوشحالم که در کنار همه شما عزیزانی بودم که با هر باور سیاسی، باور به دستانی است که بدون شک باید این باور رو از امروز تمرین کنیم. ما نسلی رو باید پرورش بدیم محبت و مهر و دوستی، اون سرزمین دوباره روزهای بسیار خوبی رو تجربه خواهد کرد. بی نهایت سپاسگزارم از تک تک شما. مرسی. با تشکر از بانو نظر گرامی، دعوت می نماییم از بانو مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، تا سخنرانی خود را آغاز کنند. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که اینجا هستن، کسانی که صحبت کردن، خیلی استفاده کردیم. به ندرت پیش میاد که ما بتونیم کنار همدیگه بشینیم و در مورد اتفاقایی که میره در جمهوری اسلامی حرف بزنیم، و اگر بخوام از این فرصت هم برای صحبت های دیگه استفاده کنیم، یک کم در حق خودمون به عنوان زنان ایران اشحاف کردیم. یکی از موضوعاتی که شاید کمتر از بقیه مسائل بهش توجه کنم که میتونه ریشه خیلی از خشونت‌های دیگه علیه زنان باشه، خشونت اقتصادیه. اصطلاحی که از دهه 90 توی بحث‌های مربوط به فمینیسم وارد شده، هم بحث‌های مربوط به توسعه محسوب میشه، چپ اون در واقع توجه میکنه. مسئله زنانه شدن فقر هستش که به ویژه در دو سال اخیر بعد از کرونا و بعد از پاندمی، به خاطر اینکه بخش اعظم کسانی که تعدیل نیرو شدن در کارخونه ها، بخش اعظم زنانی که زنانی هستن که نیازهای مالی دارن و معمولا هم به خاطر اون فرهنگ سنتی و به فرهنگ مرد سالار از و جامعه مرسالا رو زنان تحمیل میکنه، و یک بخش دیگه ایش بخشی هستش که قانون تحمیل میکنه. خب تو بسیاری از کشورهایی که اصلا قرار نیستش جنسیت رو بگی، نه تنها جنسیت رو نمیگی، بلکه اینکه مادر هستی یا مادر نیستی، چه شرایط زناشویی داری، به لحاظ سنتی و فرهنگی مسائل رو داریم که توی خیلی کشورهای دیگه هم میتونه باشه. ما یه مسئله دیگه رو هم داریم که همونطور که تا الان هم بهش اشاره شد، بحث خشونت سیستماتیک رو مطرح میکنم و قوانینی که در موردش هستش. دوستان عزیز خیلی اشاره کردن و خیلی دقیق توضیح دادن، ولی در مورد خشونت اقتصادی و اینکه زنان ایرانی نمیتونن بر سرنوشت اقتصادی خودشون دخالت و دخل و تصرف زن در مایملک ارثیش یا مایملک خودش رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی چیزی شبیه
غرب که زنان همزمان با حق رأیشون تلاش میکردن برای به دست آوردن حق مالکیت. الان به اینطور به نظر میرسه که زنان در ایران حق مالکیت دارن، اما میدونیم که هم دیهشون نسبه، هم بحث ارثیه مطرح هستش و همه این من در مورد دیه هر بار که ما در موردش حرف میزنیم گفته میشه که نه دیه قانونش اصلاح شده، در صورتی که ما میدونیم که اون چیزی که جمهوری اسلامی پروپاگانداش هی داره تکرار میکنه اصلاح قانون دیه نیستش، بلکه فقط دیه رو دو